خب آقای گروسی، میخوام یه توضیحی بدین چرا انقدر موتور EF7 بیرون با مشکل مواجهه، مخصوصا برای تعمیرکارا. موتور EF7 اون سالی که تولید شد، خب موتور بروز و موتوری بود که با دانش فنی جدیدی به بازار ارائه شد، یعنی فاصلش با موتور قبلی خیلی زیاد بود. اوایلش خب تعمیرکارا به خاطر اینکه بیشتر تعمیرکارایی که بیرون هستن تجربه این کار رو انجام میدن و خیلی به سمت با دانش کار کردن نمیرن، باش مشکل داشتن با این خودرو. ایراد اصلی موتور EF7 الان چیه؟ ببینید، ایراد از اوایلش خب چند تا ایراد بود. یه سری مواسه روغنیزی بود از اوایلش که رفته رفته برطرف شد. چه موارد روغنیزی؟ از ناحیه اول ماژولش باش درگیر بودن. و چه اتفاقی میافتاد؟ خب آب روغن قاطی میکرد؟ هم نشی روغن پیش میومد، هم یک قطعی داشت که اونجا روغن رو از کنار همدیگه عبور میکردن، بعد از اون قسمت شروع میکرد به تداخل آب روغن. البته تا مدل 88-89 و 90 که اول ماژولش برند دیگه بود، این مشکل آب روغن قاطی کردن رو نداشت، فقط مشکل روغنریزی رو داشت. که مشکل روغنریزی حل شد، بعدش از سال 91-92 به بعد مشکل تداخل آب و روغن براش پیش اومد که به خاطر اون کیفیت قطعه اویل کولر بود که خوب آب بندی نمیشد. درسته؟ خوب آب بندی از داخلش، مشکلی که پیدا میکنه از مشکل داخل... ریختگری داشت؟ مشکل بله تولید داشت، مشکل ریختگری و مشکل ببینید چند تا لایه است که رو هم دیگه سوار میشه و پرس میشه. از اون قسمت شروع میکرد به تداخل آب و روغن که هنوز با این مشکل درگیرم. چرا؟ بخاطر اینکه تولید ایراد داره؟ بیشتر متریال، بیشتر کیفیته، وگرنه اویل ماژولای قبلی، یعنی خودروهای قبلی که از سال 90 به قبل بود، اصلا یک مورد هم مشکل تداخل آب و روغن رو نداشت. یعنی الان مشکل طراحی ما نداریم تو اون قطعه، مشکل تولید داریم، بخاطر اینکه تولرانساش باید خیلی دقیق باشه و تولید کننده ما نمیتونه اون تولرانسا رو در بیاره. نه، طراحی که کارش انجام شده، این قطعه‌ای که چند سال پیش تولید شده، الان به خاطر اینکه اون سازنده عوض شده، اون قطعه دیگه قطعه قبل نیست. یعنی قطعه آلمانیه نیست؟ داره آلمانی بله، قطعه اویل ماژولا قبلی قطعه هنگس بود که تولید میشد، الان اویل ماژولا بی پی اس و ایرکا که هر دوتاش استفاده میکنن، اما همچنان باش درگیر هستن بیرون. قطعه گرون قیمتی هم هست، خیلی ارزون هم نیست، خیلی گرون هم نیست، ولی خب گرونه برای با توجه به درآمد یعنی سطح جامعه. یه اشکالی که داره این قطعه اینه که وقتی آب روغن قاطی میکنه، خیلی از تعمیرکارهایی که وارد نیستن فکر میکنن ماشین واشر زده و از اونجا داره آب روغن قاطی میکنه و اصلا میرن تو کار سرسیلن. ما این مشکلی که تو حوزه تعمیرات بیرون داریم اینه که دوستانی که بیرون زحمت میکشن، کار انجام میدن و تجربه کسب میکنن، تمام این کارهایی که برای موتورهای بعدی هم انجام میدن تجربه گذشتهشون نگاه میکنه. این خیلی خوبه ها، اشکال نداره، شما تجربه از گذشته داری استفاده میکنی، ولی باید نوع موتور رو شما تفکیک کنی، بدونی که این موتور ممکنه عمل کردش یا اون نوع ایرادی که داره نشون میده با موتور قبلی فرق کنه. ما قبلا یاد گرفتیم که اگه آب و روغنی قاطی میشه توی موتور، اولین کاری که میکنیم سراغ واشر سرسیلن میریم، اما موتور EF7 این قضیه فرق میکنه. به هیچ وجه از ناحیه واشر سرسیلن آب و روغن قاطی نمیکنه این موتور. تنها نقطه‌ای که تداخل پیدا میکنه این دوتا عامل با هم دیگه فقط ناحیه آیل ماژوله. هنوزم که هنوزه با توجه به اینکه اطلاع رسانی شده از طریق سایت و اینستاگرام و تلگرام و از طریق همین فیس تو فیس به هم دیگه گفتن که این ایراد مال این قطعه است، باز هم همچنان اگه مشکلی پیش میاد تو بعضی جاها، بعضی تعمیرگاه ها، اول میان سرسیلند رو باز میکنن یا هزینه اضافی تعمیر میشه مصرف کننده. مشکل از یه قطعه دیگه بوده، اصلا مشکل از این نبوده. خب یه مشکلی که دیگه ای که تعمیرکارا با این موتور دارن، سیستم زمانبندی متغیر سوپاپه که تو تعمیرش خیلی مشکل دارن. یه توضیح در مورد این سیستم میدین و میگین که چرا تعمیرکارای ما با این سیستم مشکل دارن و اگه به مشکل بخوره کجا خودشو نشون میده؟ این سیستم زمانبندی که همون CVVT میشه، دو قسمت اصلی داره، یعنی سه قسمت داره. یه قسمت خود اون قطعه CVVT که تسمه تایمینگ دورش میفته، یه قسمت شیر CVVT که فرمان این بازوبسته پره ها رو به این قطعه میده، یه دنده ای هم داره که انتهای میل بادامک بسته میشه. این سه تا با هم دیگه مجموعاً این کار رو انجام میدن و کارشون هم اینه که دریچه های هوا رو بیان زودتر از موعدش باز کنن. خب چون تقریبا دو سه قسمت داره این قطعه، هر قسمتش میتونه مشکل ایجاد بکنه و نوع اون رفتاری که تو موتور در صورت خرابیش نشون میده متفاوته، یه مقداری اون ایبیاد میاد به مشکل میخوره.
خب عوارضی که نشون میده تو در موقع خرابی، لرزش و بد روشن شدن و لرزش اول صبح، همون دو سه دقیقه که اولش برای وارماپ یا گرم شدن موتور هست، لرزش اولیه رو داره. بعد افت توان داره تو حرکت. در بعضی مواقع که قطعه اصلی سی‌وی‌تی خراب میشه، ممکنه تایم رد کنه یا سوپا برخورد کنه با پیستون، که خیلی موقع مشکل کمپرس هم پیدا میکنه اگه درست کار نکنه. اگه اون از حالت لاکش خارج بشه، دریچه هوا باز میمونه و کمپرس افت پیدا میکنه و شما به صورت افت توان و افت کشش و تنبل شدن تو حرکت اون رو حسش میکنید. الان CVVT هایی که الان داره استفاده میشه نسبت قبلی ها ایراداتش باز بیشتر شده، یعنی خرابیش، آمار خرابیش باز رفته بالاتر. چرا؟ بازم به خاطر متریالش، کیفیت قطعه، باز فقط به خاطر کیفیت قطعه. قبلا چه قطعه استفاده میشد؟ الان چه قطعه؟ CVVT INA بود استفاده میشد، الان بعد شد فکر میکنم VPNC، الان هم که از این سازنده فکر میکنم چینی تعمیم میشه فکر میکنم. پس الان مشکل اصلی ما تو سیستم زمانبندی متغیر کیفیته. بله، کیفیته. چون قبلا ما قطعاتی که رو موتوری قبلی بسته میشد، من خاطرم مثل یه ماشینی بود مدل 89 بود، 1,400,000 کیلومتر پیمایش کرده بود با همون قطعه. خیلی زیاده، 1,400,000 کیلومتر پیمایش کرده بود، هنوزم خراب نشده بود، داشت ادامه میداد. توی کیلومتر 950,000 تا این موتور رو تعمیر کرده بود که من با آقای مهندس زالی مدیر عامل سابق مرکز صحبت میکردم، گفتن که بگید ماشینشو بیارین اینجا ما ببینیم. واقعا برامون عجیبه که یه موتور EF7 تا 900 خورده ای رفته، موتورش هم تعمیر نشده، همچنان هم داشت میرفته کنم به 2,000,000 کیلومتر رسید الان، چون این قضیه مال چند سال قبل بود. یعنی اگه کیفیت قطعات تو این موتور درست باشه تا 2,000,000 کیلومتر کار میکنه. بله، من حاضرم اون خودرو رو بیارم اینجا شما ببینین، هستم ببینید هنوزم داره استفاده میکنه خودرو رو. حالا چه دلیلی باعث میشه که اونایی که موتور EF7 روی خودروشون هست یا خیلی راضین یا خیلی ناراضین، اصلا حد وسط نداره؟ ببینید، یه اتفاقی مثلا بعضی موقع میفته، من یه خودرویی میخرم از شانس بد من، توی خط مثلا چند تا قطعه خرابی میاد رو موتور من بسته میشه، من تو این استفاده مجبورم دونه دونه این مشکلات رو حل بکنم و اذیتم میکنه، هم هزینه برام داره هم وقتمو میگیره، بعد دیگه از این موتور زده میشم و میرم عوضش میکنم، یه خودروی دیگه میخرم. یه وقت هم میبینی نه، خیلی خوب مونتاژ میشه، اون قطعاتی که تو موتور استفاده میشه واقعا دوام عمرش خیلی خوبه و مصرف کننده استفاده میکنه. من به دوستان، با دوستان زیادی در ارتباطم که همین EF7 استفاده میکنن و یکی از کسانی هستم که واقعا بیشتر از 10 ساله دارم واقعا تمام افکار منفی راجع به این موتور رو مثبت میکنم، بهشون توضیح میدم که این موتوری که الان شما دارین استفاده میکنین واقعا که از بهترین موتورهای داخلیه، من حاضرم با هر کسی مناظره کنم، هر کسی که میگه این موتور. پس چرا شاتون میزنه؟ شاتون میزنه؟ نه، شاتون نمیزنه. ببینید الان تو جامعه اینجوری میگن که این موتور شاتون میزنه یا تاقان میزنه. من یه چند تا موتور خودم کارش انجام دادم شاتون زده بود، دوتاشونو که کاتافشو برداشته بود، رفته بود بیرون ریمپ کرده بود، کاتافو برداشته بود، دور موتور دیگه نامحدود میرفت بالا. بعد کلانم عادت داشت که 5000 6000 6500 با این موتور خودرو رانندگی میکرد. خب ببینید، برای هر موتوری یه استانداردی تعریف شده، یه ماکسیمم دوری تعریف شده، من نمیتونم این دور موتور از یه حدی که براش تعیین شده بالاتر ببرم، ارتعاش، نویز، همه چیز تشدید میشه و ممکنه به موتور آسیب برسه. بعد البته موتور EF7 موتوری که روش تست اوور اسپید انجام شده، یعنی بردن تو اون دور ماکسیمم آزمونش گرفتن. آره، ولی با قطعات آلمانی نه با قطعات چینی و ایرانی. نه نه نه، این تست اوور اسپیدی که انجام میشه از موتور از خط برمی‌دارن میارن اینجا، یه موتوری که داره تولید میشه رندوم انتخاب میکنن میارن اینجا، این تست روش انجام میدن. تستی که رو موتور انجام میشه این شکلی نیست که بیان موتور رو قطعات نمونه بزنن روش، سفارشی بزنن روش، بعد ببرن اونجا آزمون رو بگیرن بگن ما این آزمون رو گرفتیم، بعد دوباره با یه قطعه دیگه موتور تولید بشه. نه، موتور تولیدی رو میارن اینجا این آزمون رو روش انجام میدن. بحث شاتون زدن هم خب تو اکثر موتورها هست، شما موتور خارجی هم نگاه بکنین شاتون میزنه، منتها زمانی که شما
یک بار اضافه، یک کار غیر استاندارد رو این موتور انجام بدید. بله بوده موتوری که مثلا تو کارکردهای پایین براش مشکل ایجاد شده. میدونین چه اتفاقی میفته؟ چون این موتور خیلی به روغن حساسه و نیاز به روغن با کیفیت مناسب داره و ضریب تراکم موتور هم خیلی بالاست، اگه بنزین مناسب استفاده نشه یا اگر روغن مناسب استفاده نشه یا اگر نشتی مثلا از اویل ماژور به حدی برسه که روغن موتور کم کنه، ماشین یا تاقان میزنه و یا شاتون میزنه. خب من این چیزی بهتون بگم، ما تستای مخرب و تستایی که واقعا فکر نکنم کسی تو این حالت بتونه از خودرو استفاده بکنه یا خودرو رو تو این شرایط ببره رو ما رو خودرو انجام دادیم. ما تستایی رو اهواز تو دمای خیلی سخت و بحرانی روی موتور گرفتیم که واقعا اگه رو موتور دیگه میگرفتین اون جواب میداد یا نه، یا این به این شکل میشد ادامه داد یا نه. موتور واقعا با دوامیه، اگه شما نزدیک 2.5 لیتر روغن هم تو موتور داشته باشین کار میکنه، با اینکه 5.5 لیتر تقریبا حجم روغن معمولشه. ولی خیلی به روغن حساسه. به روغن حساس هست به خاطر اینکه ببینید شما قطعه اویل ماژول دارین، باید روغن بیاد اون قطعه رو پر بکنه، بعد بیاد بالا برسه به این تپت ها، قسمت سرسیلنده کاملا بتونه تغذیه بکنه و پر بکنه. بله اگر فشار روغن رو پیدا بکنه از اون قسمت بالای موتور شروع میکنه میاد پایین و فشار کم میشه و صدای قطعات در میاد. اینو قبول دارم، البته این بدیهی، خب همه موتورها به روغن حساسن. بعضی موتورها مثل EF7 معمولی، مثل EF7 توربو شارژ به روغن حساس دارن، این قبول. اما این نیست که مثلا اگر حجم روغنش از یه حدی کم بشه بخواد آسیب برسونه. من عرض کردم موتوری بوده که با 2.5 لیتر روغن نزدیک 2000 کیلومتر 3000 کیلومتر کار کرده و خود ما وقتی روغنش رو تخلیه کردیم برای کار تستینگ یا آزمونی می‌خواستیم روش انجام بدیم، دقیقاً دیدیم دقیقاً نزدیک 2-3-4 دهم بیشتر روغن نداشت. یه توصیه کنید به کسایی که این موتور رو دارن، چی کار کنن که موتورشون دوامش افزایش پیدا کنه؟ من سالها سالم به دوستان میگم، به کسانی که این خودرو رو میگیرن این مطلب رو میگم که وقتی که این خودرو رو استفاده میکنین همیشه، یعنی تمام این موارد دوره‌ای و چیزی که تو دفترچه ایران خودرو توصیه کرده، مطالبی که اهل فن بهتون میگن و دقیقا رعایت بکنین. اگه بازدیدی هست سر موقع انجام بشه، اگر صدای اضافی از موتور شنیده میشه، اگر نشتی روغنی نشتی آبی تو موتور مشاهده میکنین، یعنی اگه ایرادی روی موتور میبینین سریعا برای رفع عیب اقدام بکنین. یه مشکلی که مردم این موتور داشتن میگفتن که ما خودروی قبلیمون چراغچکمون اصلا روشن نمیشه، اصلا چراغچک نمیدیم. یه افسونی که خریدیم با چراغچک آشنا شدیم، هر موقع روشن میکنیم میگیم خدایا یعنی میشه این خاموشه. مشکل داشت. دقیقاً مشکلی که صاحبای بی ام ام داره. آره. یه مسئله ای هست. EF7 به خاطر این مدیریت خوب موتورش، یعنی مدیریت، یعنی EMS خیلی خوبش، اومده تمام قسمت موتور رو کنترل کرده و اگر کوچکترین ایرادی تو خودرو تو موتور ایجاد بشه به شما اطلاع میده. اطلاع میده که شما برطرفش بکنی که برای شما مشکل بعدی، ایراد بعدی ظاهر نشه. ولی خب این خیلی اعصاب خورد کنم میشه برای مشتری دیگه. داخل این کشور خودمون خیلی شاید مثلا مردم نپسندن اینو، بگم من دوست ندارم چراغ شکم هی سری روشن بشه من بخوام هزینه براش بکنم. اما نه، اون سازنده که سازنده این موتور گفته نه، من مدیریتم انقدر کامله، انقدر هوشمنده که اگه کوچکترین ایرادی تو این موتور پیش بیاد من به شما اطلاع میدم، من وظیفه‌م اطلاع رسانیه. حالا ما میایم درگیر سری مشکلات دیگه میشیم، کیفیت قطعات میاد پایین، من هزینه های زندگیم زیاد میشه، نمیتونم دیگه بیشتر مثل سابق رو خودروی خودم هزینه بکنم براش وقت بذارم، همه اینو با هم دیگه جمع میشه و شما رو یعنی زده میکنه از این موتور. ببینید به نظرم خیلی موتور آلمانیه و انگار برای شرایط آلمان طراحی شده با اون تولرانس های دقیق و با اون نظارت دقیق و اینا، و وقتی میاد توی کشور ما که تولرانس ها رعایت نمیشه و تولید کننده خود قطعات درست تولید نمیکنه، ما مشکل مواجه میشه. شاید مشتری ایرانی انتظار ایسی مثلا مثل محصولات کیا یا مثلا محصولات ژاپنی رو داره که مشتری انقدر دردسر نداره که یه چراغچکش روشن بشه، اصلا چراغچکش روشن نمیشه اون. خب ولی این به قول خودتون تا یه اتفاقی میفته چراغچکش روشن میشه. خب یه چیز کلیه، ببینید ما اگه بخوایم مثل خودسازی خارجی موتور یا خودرو تولید بکنیم، خب خیلی عوامل هست که باید
همسو بشن با هم دیگه که ما بریم به سمت تولید با اون روش و با اون کیفیت. نه، ما باید مسائل و موانع از پیش رو برداریم تا بتونیم یه خودرو یا یه موتور با کیفیت تولید بکنیم. ما تا زمانی که کیفیت قطعاتمون، خب یک دو تا قطعه سه تا قطعه نیست، انت قطعه داره تو موتور خودرو مونتاژ میشه که به دست شما مصرف کننده برسه، تا زمانی که کیفیت کل این قطعات بهبود پیدا نکنه، خوب نشه، ما نمیتونیم توقع یه موتور خوب و با دوام و کم هزینه رو داشته باشیم. بعد میگه خب قبلا خیلی مباحث آلایندگی و مصرف و اینا مطرح نبود، الان خب دست خودروساز، دست موتورساز بسته است، الان انقدر جلوش استاندارد میذارن، بعد قطعات با کیفیت نسبتاً خوب میذارن مقابلش، با این محدودیت باید یه موتور خوب برای شما طراحی کنه و بده بازار عرضه میکنه. یه مطلبی من بهتون بگم، ببینید هیچ کاری نشود نداره، یعنی هیچ چیزی از اراده انسان قوی تر نیست، انسان هر کاری میتونه انجام بده. ما همین خودروساز و موتورسازی هستیم که مثل سالهای قبل از دهه 80 خودرویی تولید میشد که طرف 4-5 سال اصلا به سمت نمایندگی نمیومد. من خودم داشتم، دوستانم خودم داشتم. چه ماشینی؟ خانواده پژو، خانواده سمند، همین خودروها بود. خودروی خب خیلی قطعاتش فرانسوی بود دیگه. بله، قطعاتش فرانسوی بود. نه اون زمان هم خب قطعه داخلی تولید میشد، ولی کلا ما نمیتونیم از واقعیت فرار بکنیم. ما کلا با یه مشکل افت کیفیت دقیقاً روبرو هستیم و چالش اصلی این هم سازنده هم مردمه. مردمم اصلا با مشکلات داخل خودروسازی و با اینکه تو از کجا میخوای قطعه رو تعمیر کنی اصلا کاری ندارن. مردمی مصرف کننده‌ان که پول میدن به شما و یه خودروی خوب و با کیفیت میخوان استفاده بکنن، اذیت هم نشه. همین. آره، هیچ چراغچیشون روشن نشه. آره، چراغچی روشن نشه. هی من هر روز صبح با یه چیزی درگیر نشم. ببینید انقدر الان مشغله دارن مردم تو زندگیشون، انقدر مسائل زیاد شده که خودرو واقعا شده اولویت مثلا تعمیراتش. اولویت خیلی پایین شده برای زندگی ما. من خود من شخصا وقت نمی کنم برای هی هر روز درگیر تعمیر ماشینم بشم. یه ماشین بی درد سر میخوام. مشکل شما حل کنید داخل خودروسازی. از این در به بعد که من خودرو رو میگیرم میخوام راحت استفاده بکنم. اگر واقعا سخت تولید نشه، اگه تولید میکنین به من اطمینان بدین که این خودرویی که میگیرید استفاده میکنین هزینه‌اش کمه، هم تو اون دو سالی که گارانتیه با من جوری برخورد بکنین که من راحت پشتم گرم باشه به شرکت که دو سال ماشین من گارانتیه و راحت استفاده میکنم، نه که برم اونجا بگن این قطعه گارانتی نیست، این قطعه گارانتیه، اینجا باید هزینه بدین، اینجا هزینه نمیدین. نه، این شکلی نیست. وقتی اسم گارانتی رو خودرو میره من دو سال خیالم راحت باشه که هیچ هزینه‌ای من ندارم و اینکه واقعا خودروی سوار شم که چند سالی دیگه راحت باشم. قدیم میگفتن که ما خودروی صفر میخریم که 4-5 سال راحت باشیم. حالا به خاطر ارزونی خودرو تعویض میکردن، دوباره خودروی صفر میگرفتن 5 سال سوار میشد. یعنی درگیر تعمیرات نمیشدن. الان تعویض خودرو واقعا هزینه‌اش بالاست، شدنی نیست، خیلی باید هزینه براش بذاریم. به خاطر همین مجبوری خودرویی که میگیریم سالها سوارش. حالا اگه این خودرو بی کیفیت باشه و اذیتتون بکنه مشکلتون دو چند دارش. یه مشکلی که موتور EF7 داره اینه که چون ضریب تراکم موتور بالاست معمولا با بنزین ایران خیلی دچار مشکل میشه. شما چه توصیه دارین برای کسایی که این موتور رو دارن؟ آیا باید از مکمل استفاده کنن؟ آیا باید بنزین خاصی بزنن؟ ببینید من که اصلا کلا با استفاده مکمل مخالفم. تو مکملی که تو بازار هست اصلا هیچ استانداردی روش نیست، یعنی تضمینی نیست که این مکملی که استفاده میکنی واقعا اکتان تو ببره بالا. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که این موتور کالیبراسیونش طوری هست که با انواع اقسام سوخت کالیبره میشه، با سوخت خوب، با سوخت متوسط، با سوخت بد، یعنی همه شرایط رو این کالیبراتور میاد تو این موتور میبینه و کالیبره میکنه که شما هر جای این کشور با هر کیفیتی، تهران، شهرستان، استانهای دیگه، با هر کیفیتی بنزین استفاده کردین ECU بتونه مدیریت بکنه. ولی شما دقت کن، مثلا تو اهواز خب دما 50 درجه است، رطوبت انقدر بالاست و بعد بنزینم بی کیفیته و ضریب تراکم موتورم بالا، موتور شروع میکنه به ناک زدن و واقعا مردمی که تو جنوب کشور هستن اذیت میشن. ببینید ما برای کالیبراسیون ECU و کالیبراسیون موتور خب درسته خیلی از موارد رو انجام میدیم، خیلی از استانداردها رو، خیلی از شرایط رو میبینیم،
اما دیگه قرار نیست که تمام این مشکلات سوختی رو ما حل بکنیم. نه، ما یه موتوری ساختیم با این مشخصات، با این عمل کرد، اون تأمین کننده سوخت هم باید سوخت مناسب، نه خیلی با کیفیت. الان شما بیرون از مردم بپرسین 99.9% از کیفیت سوخت مینالن. مشکل داره واقعا کیفیت سوختمون؟ مشکل از مصرف کننده باید بپرسین. شما بگین به عنوان کارشناس. مشکل برای من، خودم خیلی از جایگاه ها، خیلی از قسمت ها بنزین استفاده کردم، دقیقا عملکرد موتور، رفتار موتور همون لحظه عوض شده. اکتان معمولی بنزین ایران چقدره؟ یعنی اون چیزی که مردم استفاده میکنن، نه حال جایگاهی خاص که ممکنه بنزین خوب بدن. ببینید چیزی که تو کاغذ نمیشه گفته میشه اکتان معمولی 87، اکتان بنزین سوپر 95، ولی خب خود مردم هم شاید بدونن که این اکتان واقعی نیست این عدد. نه بگو هم سوپر هم 87 نیست. 87 ببینید عدد شما کابل اندازه گیری نگه، ولی قطعا اون 95 که باید باشه نیست. یعنی اکتان سوپر پایین تر. حالا ما عدد نمیگیم که فردا کسی مدعی شه بگه نه شما رو چه اساسی این عدد رو گفتی، نه. اما اون اکتان 95 بعید میدونم باشه، چون مثلا بعید میدونم 90 باشه دیگه، میگم باید اونو اندازه گیری بکنن. اما کلهم بخوایم در نظر بگیریم کیفیت سوخت پایینه واقعا. خب الان شما چه توصیه دارین؟ یه نفری تو جنوب کشور بنزینم خوب نیست و ناک میزنه، چیکار باید بکنه با ماشینش؟ ببینید یه خورده سخته. اونا خب دوستانی که جنوب کشور خودرو استفاده میکنن اکثرا میرن به سمت خنک‌کاری، به سمت خنک‌کاری و به سمت عرض به خدمت شما، یعنی کاری بکنن که دمای موتورشون بیاد پایین تر، چون سوخت خوب پیدا نمیکنه. الان شما تو احوال اگه مثلا برنامه ایسی رو جوری تغییر بدن که ریتارت کنه چه اتفاقی میفته؟ خب نه، اون وقت افته توان به وجود میاد دیگه. شما شرط دمای هوا که بالا، همون دمای بالا بودن دمای هوا خودش یه مقداری توان رو میندازه. بعد من میخوام ریتارت بکنم موتور رو، تنبلش بکنم، بخوام برنامه‌ای بچینم که با اون سوخت همخونی داشته باشه، آسیب بهش نرسه، نه دیگه، دیگه مصرف کننده ناراضی میشه. ببینید حالا توی جنوب کشور مشکل گرد و خاک خیلی شدیدتر هم هست، روغنشون رو نباید زودتر عوض کنم؟ گرد و خاک، آخه ببینید روغن که خب داخل موتور یه سری وظایف داره، یه سری مسیرها داره که به این شکل نیست که گرد و خاک بخواد وارد موتور بشه، وارد روغن بشه. خب روغن شرایط خودشو داره که تو این شرایط با این دما با این فشار کار بکنه و این کیلومتر کار بکنه، شما این روغن عوض بکنید. این حالا این خیلی منطقی نیست که بخوام توی منطقه غبارآلود برم که گرد و خاک زیاد باشه بعد عمر روغنم کم بشه، عمر روغن موتورم کم بشه. به جاهای دیگه صدمه میزنه، مثلا مسیر هوا رو خیلی تحت تاثیر قرار میده، میاد وارد مسیر هوا میشه و این کلا این مسیر رو میبره به سمت رسوب گرفتن و به سمت مسدود شدن یه سری راهگاه های هوا که فاصله شون خیلی کمه، یعنی دهنه شون دهنه کوچیکی. حالا در مورد EF7 توربو صحبت کنیم. EF7 توربو چه اتفاقاتی براش میفته با بنزین ایران؟ خب بنزین EF7 توربو که وارد بازار شد، خب سازنده توصیه کرد که حتما بنزین سوپر شما استفاده بکنید. خب هم شما میدونی هم من میدونم هم خیلی ها میدونن که اصلا خیلی از جاهای این کشور خودمون بنزین سوپر اصلا وجود نداره. شما بعضی شهرها اصلا بنزین سوپر ندیدن تا حالا، اصلا جایگاهشون بنزین سوپر ندارن. بعد اون شخص تو اون شهر میخواد خودروی توربو شارژ سوار بشه، مجبور بنزین معمولی استفاده بکنه. خب بنزین معمولی استفاده بکنه، بهش پیشنهاد میکنیم که آقا شما خیلی با ماشین فول لود نرو، خیلی ماشین رو زیر فشار نبر، خیلی عادی با این خودرو رانندگی بکن، چون بنزین معمولی خب مقدار ناک زدنش از بنزین سوپر قطعا بیشتره. بعد خودروی توربوشارژ سوار میشین، بخواین بهش فول لود حرکت بکنین، بخواین با شتاب حرکت بکنین، ممکنه به مرز ناک نزدیکتر بشین و اتفاق بدی برای موتورتون بیفته. تنها پیشنهاد برای اون کسانی که این خودروی توربوشارژ دارن و سوخت معمولی استفاده میکنن اینه که خیلی به قول خودمون فشار به ماشین نیارن، به موتور نیارن و خیلی تو اون شرایط بحرانی باش رانندگی نکنن.